وزیر خارجه ترکیه در نشست سالانه با خبرنگاران ضمن تایید تداوم خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی در ایران گفت از نظر امنیتی ثبات در کشور همسایه برای ترکیه مهم است. مولود چاوشاوغلو با اشاره به اینکه اعتراضات ایران به خاطر حجاب اتفاق افتاده تاکید کرد پوشیدن یا برداشتن روسری به یک اندازه حق است، به همین دلیل دولت ترکیه با اصلاح قانون اساسی قصد دارد حق انتخاب پوشش را برای زنان این کشور تضمین کند. در همین ارتباط همراه میشیم با همکارم فرزیو ثابتی از آنکارا. فرزیو، بیشتر بشنویم از صحبتهایی که امروز چاوشاوغلو مطرح کرده و ارتباط داره به خیزش انقلابی در ایران. خب هر سال وزارت امور خارجه ترکیه نشستی رو در پایان سال با خبرنگاران حوزه دیپلماسی برگزار میکنه. امروز هم چاوشاوغلو نشستی رو داشت و در کل سیاست ترکیه رو در سال 2022 و 2023 میانجیگری و عادی‌سازی روابط اعلام کردش، به کشورهای مختلف جهان و منطقه پرداخت، اما در مقابل دوربین ها در زمینه ایران صحبتی رو نکردش. ما از آغاز خیزش انقلابی ایران در فضای عمومی و مجازی ترکیه واکنش‌های زیادی رو دیدیم و داشتیم، اما از طرف مقام‌های رسمی ترکیه چنین واکنشی نبوده. چاوشاوغلو هم بعد از این نشست در دیدار خصوصی که با خبرنگاران داشت، موضوع ایران ازش پرسیده شد و اون اعلام کردش که رویدادهای ایران همچنان ادامه داره و مرتبط دونست با موضوع حجاب و گفتش که به خاطر مسئله روسری این اتفاقات آغاز شده و اعلام کردش که از نظر ما برداشتن و یا داشتن روسری هر دو حق هستش و این دو رویکرد رو تفکیک ناپذیر هستن و نمیشه از هم جدا کرد. در کنارش هم اشاره کرد به این موضوع که تغییراتی در قانون اساسی ترکیه در زمینه حجاب قرار هستش که ایجاد بشه و اعلام کردش که ما میخواهیم که آزادی حجاب رو با تغییراتی که در قانون اساسیمون اجرا میکنیم تضمین بکنیم. اشاره داشت به این موضوع که خب در دهه 90 موضوع حجاب در ترکیه موضوع حساسی بود و با حجاب نمیتونستن در فضاهای دانشگاهی و اداری حضور داشته باشن زنان و اعلام کردش که ما با این تغییر در قانون اساسی این موضوع رو ضمانت خواهیم کرد، موضوع آزادی حجاب رو. در کنارش هم اشاره داشت به این موضوع که در کشور همسایه ما ثبات در اون کشور نه تنها به لحاظ همکاری برای ما مهم هستش، بلکه برای امنیت ما هم از اهمیت زیادی برخورداره و اعلام کردش که ما صمیمانه امیدواریم که و میخواهیم که شرایط در ایران آرام بشه. در کنار این هم موضوع اومدن ابراهیم رئیسی به ترکیه مطرح بود. قرار بودش که امروز پنجشنبه به آنکارا سفر بکنه. خبرنگاران در این زمینه هم از چاوشاوغلو سوال پرسیدن و او اعلام کردش که این موضوع فعلا به تعویق افتاده و تاریخ مشخصی برای این موضوع فعلا وجود نداره. متشکرم از توضیحات شما، همکارم فرزیه ثابتی، آنکارا.